الله الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله يا الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله يا الله والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله علی محمد و آل الطاهرين الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین یوم الدین قسمت 67 از کتاب شریف کافی باب اطلاق القول بأنه انّه تعالی شیئون حدیث اول سألت ابا جعفر علیه السلام عن التوحید فقلت و اتوه همشئاً از امام باقر علیه السلام در مورد توحید پرسیدم و عرضه داشتم آیا یک چیزی رو در نظر بیاورم یا نه مقدمتا عرض می کنیم که ما هرگاه سخن از بودن و نبودن میگوییم باید التفات به یک چیزی داشته باشیم. تصور من توهممون رو متوجه یک چیزی کرده باشیم. مثلا من اگر مستقیما از کسی بپرسم که هست یا نیست. خب اون هیچ جوابی نمیتونه بده. هست یا نیست حکم هست میشه تصدیق به بودن و نیست میشه نفی بودن. اما بودن چی و نبودن چی پس وقتی که من از یه نفر میخوام تصدیق کنه که هست یا انکار کنه و بگه نیست و انتخاب کنه بودن و نبودن را باید اول براش معلوم کنم که درباره چی صحبت میکنیم لذا اگه همینجوری مستقیما بگم هست یا نیست اون اصلا گیج میمونه چی جواب منو بده بعد میام یه موضوعی رو براش معلوم میکنم التفاتش رو به یک چیزی جلب میکنم مثلا میگم کتاب توحید مرحوم صدوق هست یا نیست حالا میتونه جواب بده یا میگم خانه کعبه هست یا نیست امام معصوم هست یا نیست امام زمان علیه السلام حاضرند یا غایب زمین موجود است یا نیست درخت هست یا نیست کتاب را خریدی یا نخریدی وقتی که موضوع رو معین کردم و التفات او رو به یک موضوعی جلب کردم و ذهنش به چیزی متوجه شد اون وقت میتونه جواب بده بدون این التفات و بدون این توجه به یک شیء اصلا سوال بی جوابه حالا در مورد ما سوى الله و مخلوقات خدا ما راحت میتونیم صحبت کنیم مثلا میگم که کتاب هست یا نیست درخت هست یا نیست و اون طرف از کتاب و از درخت یک تصوری خاص داره که مثلا کتاب یک جلد و صفحاتی است درخت یک مثلا تنه و شاخ و برگ و اینهاست اون وقت در مورد خدای تبارک و تعالی که جزء نداره، کل نداره، شکل نداره، صورت نداره، زمان نداره، مکان نداره خب ما باید چی بگیم؟ باید بگیم اصلا هیچ التفاتی نداریم خب اگه هیچ التفاتی نداریم و بخوایم از کسی بپرسیم هست یا نیست اون نمیدونه در با چی صحبت میکنیم ممکنه مثلا ذهنش بره به کتاب ذهنش بره به میز به صندلی به درخت اگر بخوایم اصلا معلوم نکنیم که تصورمون و ذهنمون ملتفت به چیه که سوال جواب نداره اگه متوجهش بخوایم بکنیم خب این متوجه کردن مثلا در مورد درخت و کتاب و انسان و اینها ممکنه ای هستند دارای اجزا و شکل و صورت درباره خدا چی درباره خدا تبارک و تعالی نمیشه ذهنمون اصلا توجه پیدا نکنه توجهمون اصلا جلب به اون نشود همانطور که نمیشه التفات ما به اون مانند التفات به سایر اشیاء دارای شکل و صورت و اجزا باشه بلکه ما هم به خدا توجه و التفات و تصور و توهمی از او داریم و هم مانند سایر اشیاء دارای شکل و صورت نیست لذا میگیم آن ذات بدون شکل و صورت آن ذات بدون زمان و مکان و اجزا آیا هست یا نیست بنابراین پس نمیشه کسی بگه درباره خدا اصلا فکر تو مشغول نکن فقط بگو هست یا نیست میگه خب درباره خدا خودمو به خدا بودن خدا مشغول بکنم یا نکنم اگه مشغول نکنم که خب شاید تو درباره میز و صندلی سوال میکنی درباره درخت انسان سوال میکنی میگه خب تو اگه بخوای به خدا التفات کنی توجه کنی که خدا داره شکل و صورت میشود میگیم نه تمام ما الله را ما دارای شکر و صورت میتونیم بشناسیم جز ذات احدیت که هم التفات به او داریم و هم التفاتمون به این نحوه آن ذاتی که برخلاف همه اشیاء است برخلاف درخت و انسان و کتاب و میز و صندلی و سایر مخلوقاتی که اجزا و شکر و صورت دارند اون ذاتی که متعالی از جز و کل زمان و مکان و شکل و صورته پس خدا هم شیع است هم به خلاف اشیاء دارای اجزا و ابعاز و صورت و شکل نمیشه بگیم اصلا خدا هیچی نیست هیچ هیچی نیست چرا از من سوال میکنی که هست یا نیست هیچی نیست دیگه هیچی که هست و نیست در چه سوال غلطی خب معلومه که نیست پس خدا هم چیزی است و هم ذهنمان به اون ملتفت می شود و هم التفاتش به اون مانند سایر اشیاء مخلوق و دارای شکر و صورت و اجزا نیست لذا این بنده خدا تو همین سوال مونده که الان من اگر خدا را یه چیزی بدونم خب لابد شکر و صورت درست براش درست میکنم اگه چیزی ندونم خب پس صحبت درباره چیه تصدیق و انکار درباره چیه لذا سوال میکنه و امام علیه السلام میفرمایند فکر نکنی که هرگاه ما چیزی رو تصور کردیم یا بهش التفات کردیم حتما باید دارای زمان و مکان باشه و اجزا و اگر هیچ التفاتی و تصوری و توهمی از ذات او نداشته باشیم اصلا سخن ما از هست و نیست بیهوده است سوال بی جوابه پس هم خدا را توهم و تصور میکنیم و التفات به او پیدا می هم برخلاف اشیاء دارای اجزا و مخلوق پرسیدم از امام باقر علیه السلام از توحید فقل تو اتوه هم و آیا ما درباره خدا هم یک شیعیتی یک ذاتی یک حقیقت یک واقعیتی رو در نظر بیاریم یا نه فقال نعم فرمودن بله نمیشه که هیچ در نظر نیاری که خب سوال که جواب نداره غیر معقول ولا محدود البته شما مسلس ها در سه زل محدود تعقل میکنی مربع را دارای چهار زل و چهار زاویه تعقل میکنی درخت را دارای یک تنه و ریشه و برگ ها و شاخه ها تصور و توهم و تعقل میکنی درباره خدا مانند سایر اشیایی که اجزا و شکل و صورت دارند او رو تعقل نکن نگو من همون جور که با عقلم مسلس رو میشناسم بعد میگم هست یا نیست خدا را هم همون جور تعقل میکنه و میشناسم بعد میگم هست یا نیست این جور تعقل درباره خدا باطله که از اشیاء دیگه تعقل و تصور میکنیم اما اصل تصور و تعقل به معنای این که ذات برخلاف جزء و کل زمان و مکان و شکل و صورت این حرف درستیه و حتما باید این کار رو بکنیم و الا توحیدمون بی اساسه. تصدیق یا انکارمون بی معناست فما وقع وهمک علیه من شیئن فهو خلافه وهم تو تصور تو به هر چیزی که واقع شد به درخت به انسان به نور به یک موجود قلمبه نمیدونم بی نهایت همه جا رو پر کرده هر چی که به ذهنت آمد باز اجزا داره شکل و صورت داره بگو خدا هم شیئی است و هم برخلاف این هاست اجزا و زمان و مکان نداره لا یشبه و اون چیزی به خدا شباهت نداره ولا تدرک هل اوهام اوهام و تصورات و اذهان و فکرها و اندیشه ها خدا را از ذاتش درکی ندارند که شکل و صورتی ازش بسازند کیف تدرک هل اوهام و هو خلاف ما یعقل و خلاف ما یتصور فی الاهام چطور میشه بگیم خدا را من با وهمم با ذهنم درک کردم فهمیدم که مثلا چه شکل و صورتی دارد در حالی که او بر خلاف تمام چیزهایی است که در عقل و در توهم و تصور ما شکل و صورت میپذیرند انما یتوهم شیء غیر معقول ولا محدود هم خدا را باید تصور کرد توهم کرد التفات کرد ذهن را بهش متوجه کرد و هم به معنای اشیایی که در شکل و صورت و اجزا تعقل و تصور میشوند و محدودیت اجزا دارند نیست او اصلا اجزایی ندارد که بگیم محدوده یا نامحدود کوچکه یا بزرگ باید بگیم همون ذاتی که نه کوچکه نه بزرگ نه زشته نه زیبات نه این رنگه نه اون رنگه او اصلا فوق این صفات و احوال و صورت های اشیاء مخلوقاتشه در مقابل این نظریه چندین گروه هستن یکی اونایی که میگن آقا اصلا درباره خدا هیچ نمیشه حرف زد ولش کن اصلا توحید به درد نمیخوره چون خدا رو که نمیشه به ذهن آورد پس میریم ما دنبال عشق و صفامون بهشون میگیم نه به همین معنا خدا رو میشه بهش التفات کرد شیعی که برخلاف همه اشیای دارای ایزا و زمان و مکانه گروه دوم صوفیه و عرفا و فلاسفه و تفکیکی هایی هستن که اینها میگن چون که هر چیزی را ما بخواهیم به ذهن بیاوریم حتما باید شکل و صورتی داشته باشه پس کلا باید ذهن رو خاموش کنیم یعنی چیکار کنیم مثلا یک آمپول بیهوشی بزنیم وقتی که یک آمپول بیهوشی زدیم ذهنمون مطلقا کار نمیکنه که بخواد چیزی رو در نظر بیاره که شکل و صورت داشته باشه و اون حالت بیهوشی حالت یافتن ذات خداست اندکاک در ذات خداست مانند یک تکه یخ که شما توی آب میندازی هی به هر طرفی میرود ولی همین تکه یخ وقتی که آب شد دیگه شکل و صورتی نداره با آب یکی شده میگه ما هم وقتی که ذهن و فکر و اندیشمون رو کلا خاموشش کنیم حالا یا یه آمپول بیهوشی بزنیم یا بریم با یک ریاضت های خاصی که اونقدر ما را تمرین میدهند که بتونیم خودمون را از یاد ببریم به حالت بیهوشی در بیاییم حالا اون یه دستوراتی داره که موهون و موهوم خلاف عقل و شرعه و ما در کتاب کدامین سیر و سلوک و معرفت خدا تبارک و تعالی اونجا مفصل بیان کردیم خب اینها هم که دیگه از ریشه کار رو خراب کردن یعنی در واقعش در بیهوشی رفتی خب اصلا ذهن تو متوجه به چیزی نیست بودن و نبودن هم دیگه براش معنایی نداره نمیشه در اون حالت بیهوشی از کسی بگیم هست یا نیست تا چه برسه به این که بگیم درخت یا کتاب یا انسان یا خدا هست یا نیست اون دیگه حالت قفلت مطلق و کفر و الحاد محضه لذا این باب روایات بسیار مهمی است که در واقع ریشه و اساس تمام فکرهای فلسفه و عرفان و تصوف و تفکیک و اینها رو همه رو از ریشه باطل میکنه و طریق صحیح توحید رو به ما یاد میده که هم با عقلمون و التفاتمون و توجهمون به خدای تبارک و تعالی نگاه میکنیم و هم بر خلاف نگاه و تعقل و تصوری که از سایر اشیا داریم پس ذهن رو خاموش نمی کنیم اینی که ها دقیقا همین حرف رو میزنن که ذهن رو خاموش میکنن و در اون حالت لافکری و قفلت و خواب رفتن ذهن که هیچ چیز رو توجه ندارن میگن دیگه ما الان با خدا یکی شدیم کی میگن با خدا یکی شدیم بعدن که بیرون آمدن و در اون حالت اصلا گفتن و نگفتن و یکی شدن و نشدن دیگه کلا چیه موهون و موهومه و اینا فکر میکنن توحید یعنی همین کشف و شهود یعنی همین علم حضوری یعنی همین اندکاک که در ذات خدا همینه در حالی که اینا همه باطل و نادرسته حدیث دوم سئل ابو جعفر نثانی علیه السلام از امام جواد علیه السلام پرسیده شد یجوز و ایقال لله انه شیء آیا به خدا میتونیم بگیم یه چیزیه یا نه تا گفتیم چیزیه دیگه اجزا و زمان و مکان و شکل صورت پیدا میکنه قال نعم حضرت هم بله بگو خدا یه چیزیه اگه بگی خدا چیزی نیست که خب دیگه توحید معنایی نداره خداشناسی معنایی نداره ایمان به هیچی که معنایی نداره بله بگو چیزی هست اما یخرج من الحدین حد تعطیل و حد تشبیه چیز بودن خدا را باید هم از تعطیل خارج کنی یعنی اینکه هیچ اصلا ذاتش تعطیله نیست وجود نداره اصلا هم از این خارجش کردی هم, هم از این که بودن است و ذاتی است که مانند اشیاء و شبیه در و دیوار و زمین و آسمان و خمیر مجسمه سازی بینهایت فلاسفه و این بوتهایی که فلاسفه درست کردن این هم غلطه پس خدا را برا شیعیت قائل شو چون اگه لاشه بگی که خب عدم محض دیگه ایمان به اون معنایی نداره اثبات اون معنایی نداره و اگر هم شیعیتش رو مانند سایر اشیاء بگویی خب مخلوق خواهد شد محتاج به خالق خواهد شد پس بگو شیع است اما به خلاف اشیاء هم از تعطیل درش میاری و هم از شباهت با اشیاء حدیث سوم عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام قال قال ان الله تعالى خلون ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو منه میفرمایند خدا خالی از خلقه خلق توی خدا نیستن چون خدا تو بیرون نداره اصلا و خلق و منه خلق خدا هم خالی از خدا هستن چون ذاتی که زمان و مکان و نداره نمیتونه بیاد داخل در خلق بشود و کل ما وقع علیه اسم شیئن هو مخلوق ما خل الله هر چیزی که اسم شیع بر اون واقع بشه مخلوق دارای اجزاست چه جن باشه چه ملک باشه چه نور اهل بیت علیه السلام باشه چه علم شما باشه چه قدرت شما باشه چه وجود شما باشه چه درخت باشه چه انواج باشه چه انوار باشه تمام اینا مخلوقات متجزیه دارای زمان و مکان و عیزا و قابل زیاده و نقصانند ما خل الله الا خدای تبارک و تعالی الا خداوند تبارک و تعالی که او مخلوق نیست متجزی نیست دارای زمان و مکان و عیزا نیست و ذاتی هم که متعالی از زمان و مکان و اجزاست یکی بیشتر نمیتونه باشه چون در باب توحید و با فسر عرض کردیم که تعدد و تکسر و ترکی و تجزی مال شیع دارای اجزاست حدیث چهارم سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول شنیدم از امام صادق علیه السلام یقول ان الله خلو من خلقه و خلق و خلو خدا خالی از خلق است و خلق خالی از خداست میشه بگیم این اتاق خالی از انسان است و آن اتاق دارای انسان چون انسان داخل اتاق میشه و بیرون میشه و اتاق هم میشه کسی توش وارد بشه و خارج بشه درباره خدا به این معنا نمیگیم خالی بودن را این خالی بودن مال اشیاء دارای زمان و مکان اجزاست اما از حیث اینکه خدا اجزا و زمان و مکان نداره نه میتونه داخل چیزی بشود و نه چیزی میتونه داخل در ذات خدا بشود ان الله تعالی خلق من خلقی و خلق خلق من درست بر خلاف نظر فلاسفه در کل عالم که میگن کل عالم پر از خداست یعنی ذات خدا مانند یک خمیر مجسمه سازیه که به تمام اشیا فرو رفته و همه اشار رو اون موجود کرده و اگر اون خمیر مجسم سازی نباشه هیچ شکل و صورتی هم نیست هیچ موجودی هم نیست و این عقیده کاملا عقیده نادرست و باطلیه که خدا را متجزی و مخلوق فرض کرده و کل ما وقع علیه اسم شیء ما خل الله مخلوق هر چیزی جز ذات حدیت که اسم شیء بر اون واقع شود مخلوق است و خالق کل شیء تبارک الذی لیس کمثل شیء فقط خداست که خالق همه اشیاست و او تبارک و تعالی است که هیچ مثل و مانندی ندارد و هو السمیع العلیم و او مثل و مانند و نظیری ندارد و سمیع و بصیر است میشنود میبیند بدون چشم و بدون گوش اجابت میکند و پاسخگوست حدیث پنجم عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام قال ان الله خلو من خلقی و خلق و خلو من خدا خالی است خلق و خلق خالی است خدایان و کل ما وقع علیه اسم شیء ما خلق الله تعالی فهو مخلوق هر چیزی غیر خدا که اسم شیء بر اون واقع شود مخلوق است و لا و کل شیء و فقط خداست که خالق همه اشیاست حدیث ششم ان شاء الله جلسه بعد وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وال محمد